جدا شدن از شرایط اجتماعی به بهانه های تحمل نداشتن به بهانه های تمرکز درست دوران تمرکز برای کار کردن لازم داره آدم خودشو جدا کنه نمیدونم مطالعات متفرقه نکنه اخبار نشنوه که اثر روش بذاره ولی اگر این امری دائمی بشه برای یک فیلمساز اجتماعی آفته به نظر من یعنی جدا شدن و مانع شدن از تأثیری که حتی التهابات جامعه داره به عنوان شوک بر جامعه حوار میکنه اگر خودمون رو جدا کنیم از این التهابات خب به درک درستی از شرایط و موقعیت نمیرسیم گاهی ممکنه پیش بیاد که یک التحاب اجتماعی در یک شرایطی پیش بیاد که شما مشغول فیلم ساختن نیستید ولی قرار نیست که شما هرانچه که اتفاق میفته رو صرفاً به معنای دستمایه برای ساخت فیلم به کار ببرید ولی درک و دریافت شما و من به عنوان ساز اجتماعی از اون موقعیت چه تبدیل به فیلم بشود چه نشود ولی ما باید تجربهش کنیم یعنی محروم کردن خودمون از قرار گرفتن در متن و بطن جامعه من یه آفت میدونم برای فیلم ساز اجتماعی حتی اگر متهم به این بشیم که ما نباید دخالت کنیم اصلا اینی که میگم به معنای دخالت مستقیم در رویدادها نیست ولی گاهی این بهانه ها که هنرمند نباید خودشو در جریانات سیاسی اجتماعی وارد کنه ما اصلا ورود هنرمند به این شرایط بخشی از کارشه نه به معنای موزگیری سیاسی فقط چطور ممکنه یه فیلمساز اجتماعی نسبت به موقعیت هایی که در جامعه پیش میاد که هر آنچه حتی سیاسی اگر پیش میاد تو جوامعی مثل ما تاثیر اجتماعی بر زندگی شخصی و سرنوشت آدمای جامعه داره این کدوم منطقه که میگه شما فیلم سازین به مسائل اجتماعی چی کار دارین یا به مسائل سی... نه من... من, اصلا نه علاقه ای دارم نه میخوام من نوعی به مسائل سیاسی من نمیخوام وارد شم من سینماگر ما اصلا علاقه به ورود به سیاست نداریم چه کنیم که در یک مملکتی هستیم که تمام اتفاقات سیاسی سرریز و حاصلش تو زندگی آدم ها اثر میذاره خب ما اگه واکنش نشون ندیم ما سیب زمینی هستیم بی خاصیت بی درد و غلط میکنیم که بخوایم ادعای فیلمساز اجتماعی بودن بکنیم